سرکرده سپاه چهارمحال و بختیاری. مجاهدین در ناآرامی‌های لردگان حضور دارند. حضور پاسداران در میان سرکوب کنندگان قیام مردم عراق. هذا جواز ایرانی طاح من الحرس استوه. تظاهر کنندگان دفاتر حزب الدعوه و بعد را در ناصریه به آتش کشیدند. به دنبال گسترش خیزش مردم به پاخواسته لردگان و حمایت گسترده جوانان شهرهای مختلف از آن، سرکرده سپاه در استان چهارمحال و بختیاری وحشت زده به صحنه آمد و گفت مجاهدین در ناآرامی‌های لردگان حضور دارند. پاسدار علی محمد اکبری روز شنبه 13 مهر در روستای چنار محمودی گفت این اقدام ناشایست که در شهر لردگان امروز رخ داد کار مردم چنار محمودی نبود. دشمن به نام مردم چنار محمودی در حال فضاسازی برای نظام است. کسانی که سر خودشان را با چفیه بسته بودند و راهنمایی می‌کردند اهل لردگان نبودند و اینان ضد انقلابیونی بودند که آمده بودند به نام مردم انقلابی چنار محمودی ناآرامی ایجاد کنند. خاطر نشان می شود صبح روز شنبه 13 مهر هزاران تن از مردم لردگان دست به تظاهرات زدند. جوانان خشمگین، فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شمار دیگری از مراکز حکومتی را به آتش کشیدند. خانم مریم رجوی به مردم و جوانان قیام آفرین و به پاخواسته لردگان درود فرستاد و عموم جوانان به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری و مناطق اطراف را به حمایت از تظاهر کنندگان و قربانیان سیاست‌های ضد انسانی رژیم آخوندی فراخواند. جوانان شورشی عراق در تظاهرات میدان تحریر بغداد پاسپورت‌های ایرانی را که از ماموران امنیتی به دست آمده نشان دادند. این ماموران در میدان تحریر بغداد به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند. شوف الساقطين باوي هذا جواز ايراني هذا جواز ايراني طاح من الحرس استوى باوي استوى واقع ايراني جواز ايراني جواز ايراني استوى. احمد الجبوري نماینده پارلمان عراق روز شنبه گفت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول قتل تظاهر کنندگان عراقی است. این نماینده پارلمان عراق افزود طبق اطلاعاتی که در دست دارد سلیمانی به کمک یکی از مزدورانش به نام حاج حامد در بغداد یک اتاق عملیات برای ترور فعالان و رهبران این جنبش تشکیل داده و گروهی از تکتیراندازان به سرپرستی این مزدور عملیات قتل تظاهر کنندگان و معترضان مسالمت‌آمیز را طراحی و هدایت می‌کنند. فائق الشیخ علی نماینده دیگر پارلمان عراق نیز روز شنبه گفت رژیم ایران ما را به قتل می‌رساند. دیگر این یک راز نیست. امام جمعه تهران صریحاً گفت تظاهر کنندگان معترض عراقی مأموران آمریکایی هستند. آنها را به قتل برسانید. تظاهرات اليوم ايضا سقوط عدد من القتلى وعدد كبير من الجرحى. لا والله مو عراقيين. تلویزیون اسکای نیوز از قیام مردم عراق گزارش داد تظاهرات روز شنبه تعداد زیادی کشته و تعداد زیادی مجروح بر جای گذاشت. سلسله تظاهرات ها مجدداً بعد از اینکه تظاهر کنندگان احساس کردند راه حل های واقعی تا این لحظه وجود ندارد از سر گرفته شد. تظاهر کنندگان می خواهند آهنگ این تظاهرات را حفظ کنند زیرا وعده های زیادی را شنیدند و این جمعیت انبوه از این همه وعده های توخالی بیزار شده است. تظاهرات رو به گسترش است. در نتیجه دخالت رژیم ایران در امور داخلی عراق و کنترل آن در عرصه اقتصادی و نقش آن در تضعیف ارتش اکنون همه این نابسامانی ها منفجر شده و به راحتی قابل حل نیست. تدخل ايران في الشؤون الداخليه العراقيه على وهيمنتها على المستوى الاقتصادي على مستوى اضعاف الجيش كل هذه الامور انفجرت الان روبير ولا يمكن بسهوله ان تحل. تظاهر کنندگان در عراق در ناصریه دفاتر حزب الدعوه و بعد را به آتش کشیدند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رابطه گزارش داد مقام‌های عراقی و یک عضو کمیسیون نیمه رسمی حقوق بشر عراق میگویند هزاران تظاهر کننده در دو شهر جنوبی به خیابان‌ها ریخته و دفاتر حزب الدعوه و بعد را به آتش کشیدند. این دو مقام گفتند نیروهای امنیتی با گشودن آتش به روی تظاهر کنندگان واکنش نشان دادند. این مقام ها تظاهرات در ناصریه را بسیار بزرگ توصیف کردند.